شب 21 ماه مبارک رمضان میلیون ها عاشق اهل بیت با چشمان اشکبار و لبهایی که ذکر یا علی را زمزمه می کردند خود را به صحن و سرای امیرالمؤمنین رسانیدند. حال هوای این شب عزیز را در گزارش همکارم ببینیم. چه بسیار دلدادگانی که آرزو داشتند شب 21 ماه رمضان در نجف اشرف باشند، اما این توفیق فقط نصیب تعدادی از محبان اهل بیت شد که دومی شب از شبهای قدر را در سجدگاه ملائکه سپری کنند. حرم مطهر امیرالمؤمنین از ساعت اولیه ظهر یکشنبه به سرعت شاهد ازدحام جمعیت شد. شیعیان گروه گروه با ندای لبیک یا علی تهدمت والله ارکان الهدا در صفوفی فشرده وارد حرم مطهر شدند و ساعتی بعد در اطراف زری رواخهای حرم صحنها و ایوان جای سوزن انداختن نبود. سیل جمعیت در جای جای این مکان مقدس هر گونه جا به جایی و تردد را بسیار سخت می کرد. گویی در هیاهوی این زیارت‌های میلیونی هویتی دیگر برای عراقی‌ها و نیز شیعیان در حال شکل گیری است. اینجا ملیت و رنگ و نژاد معنا ندارد. حتی چند زبان داشتن هم مانع یکدلی و همگرایی محبان اهل بیت نیست. نجف در شب 21 ماه مبارک رمضان شاهد حال و شوری وصف ناشدنی است و بار دیگر شعار و شعور با هم پیوند می خورد. شیعیان عراقی همچون ایام زیارت اربعین هرچه دارند در طبق اخلاص می گذارند تا از روزداران و زائران امام علی علیه السلام پذیرایی کنند. موکب ها از چند روز پیش به تکاپو افتادند و در شب 21 ماه مبارک رمضان دیگر کوچه و خیابانی در مرکز نجف اشرف نبود که از سفره‌های نیکوکاری و کرم شیعیان پوشیده نشده باشد. از کودکان خردسال تا مردان و زنان کهنسالی که بی‌وقفه و خستگی ناپذیر تلاش می‌کردند و برای فراهم کردن مقدمات پذیرایی و اطعام زائران سر از پا نمی‌شناختند. جمعیتی که برای احیای شب قدر و سال روز شهادت امیرالمؤمنین آمده بودند در حرم و خیابانها و کوچه های اطراف آن خلاصه نمی شود. مسجد کوفه و خانه حضرت امیرالمؤمنین، مرقد میثم تمار و مسجد سهل نیز به احیا نشسته بودند و در فراق امام عدالت می سوختند. این حال و هوا البته مختص نجف اشرف نبود. آستانهای مقدس و سایر اماکن زیارتی در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا مملو از جمعیت زائرانی بود که از دیگر استانهای عراق و دیگر کشورها برای احیای شبهای مبارک قدر و سال روز شهادت امیرالمؤمنین آمده بودند. احیای شبهای مبارک قدر در اماکن مقدس عراق با تلاوت قرآن کریم و مراسم زیارت امیرالمؤمنین و امام حسین و قرائت دعای جوشن کبیر و دیگر دعاهای رایج و صلوات خاصه حال و هوای معنوی ویژه دارد. علاوه بر آن به مناسبت سالگرد ضرب خوردن امام علی در شب 19 و به مناسبت شهادت آن حضرت در شب 21 ماه رمضان در جای جای مرکز و جنوب عراق از جمله مناطق مختلف شهر بغداد مجالس عزا در خانه ها یا تکایا برگزار می شود. این روزها خیابان ها و کوچه های شهرهای عراق از نجف گرفته تا کربلا و از کاظمین و بغداد تا سامرا از رنگ سیاه پر شده و همه جا را غم و اندوه در بر گرفته است. شب 21 ماه مبارک رمضان مرقد امام حسین و حضرت عباس و تل زینبیه و اردوگاه حسینی و مسجد صاحب الزمان در شهر مقدس کربلا نیز شاهد جمعیت پرشور مؤمنان
برای مراسم احیا بود. حال و هوای عاشقانه مردم در مرقد امام موسی کاظم و امام جواد در شهر کاظمین و مرقد امام هادی و امام حسن عسکری و سرداب غیبت حضرت امام مهدی در سامرا نیز تفاوت چندانی با شهرهای کربلا و نجف نداشت و همه جا از زائران پر شده بود. شایان ذکر است که از ویژگی‌های زیارت‌های میلیونی در عراق مردمی بودن کامل آن است. تقریبا همه مراحل این زیارت و تدارکات و برپایی موکب‌ها و پذیرایی از زائران 100% مردمی و خودجوش است.